السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای هفته سپری شده ساده، بخشی خبری و تحلیلی هفته در سودی با شما جهانگیر صابیروف. طوری که آگاه هستید، در دوام این هفته در زیارتگاه حضرت علی قبول سیار رهبر ولایت شهرت غنیف شده گذشت و در آن اهالی اساساً با معماهای تنقیسی آب نوشاکی و پالیزه، اسفل پوش کردن کوچه ها، تعمیر نمودن راه های داخلی، بنیاد مکتب و باغچه ها در بعض محله ها مراجعت کردند. اما معمای اساسی مردم سوخ قلعه ها فراهم آوردن هنگام گذشتن از پاست ودل و کشادن راه سخرشتان می باشد. با این مسئله ها نیست احالی به رهبری ولایت مراجعت کردند. مردم می گویند که برایشان نسبت راه قدمجا راه سوی رشتان افسلتر و قلعه تر می باشد. کشاده شوی این راه را خلق به صبرانه انتظار می کشد. روزهای آخر با سبب افزودن تشریف سیاهان به شاه مردان در پاست وادیل نیز مشکلی های زیاد هنگام گذشتن احالی از سرحد به نظر می رسد که این در هوای خیلی گرم به مردم سوخ گران می آید. سوخی ها می خواهند گذرگاه الهیده برایشان از پاست وادیل جدا کرده شود و معمای 5-6 ساعت در هوای گرم نوبت منتظر شدن ها برهم یابد. اینان با همین مسئله ها مردم دیروز در قبول سیار حاکم ولایت مراجعت کردند به رهبر ولایت. رهبر ولایت شهرت غنیف و البته این مراجعت را به اینابت گرفته مشکل سوخیان را آسان خواهیم کرد، گفت در ادامه نطقش. بغیر از این برای جوانان سوخی که خواهشی در دانشگاه طبی تحصیل گرفتن دارند 10 عدد کوتا داده شد. کشادن مکتب گوشتین نیز تکلیف داده شد و حاکم گفت که از امروز برای بنیاد این مکتب از حساب بودجه حاکمیت ولایت 400 میلیون مبلغ جدا کرده می شود. در جریان قبول سیار معلوم گردید که بغیر از معمای راه، مسئله های آب نوشاکی و پالیزه، کوچه های خیلی خراب و تعمیر طلب، در بعضی محله ها موجود نبودن باغچه بچگانه، نرسیدن صنف خانه ها در اکثریت مکتب های ناحیه، نبودن گاز طبیعی در برخی دهه ها، پاسپورت شهروندی اهالی را اذیت می دهد. هر یک معما در قبول سیار به رهبر ولایت معلوم کرده شد. حاکم ولایت قید نمود که هر یک مراجعت به اینابت گرفته می شود. معمای آب و گاز و برق البته حل خواهد شد. مسئله بنیاد باغچه و مکتب باشد در اساس دستور به عمل تطبیق کرده می شود. در سال 2020 به ناحیه سوخ باز 5 عدد باغچه زمانوی بنیاد کرده می شود. بناهای علاوگی در مکتب های ناحیه نیز به نوبت ساخته می شوند. مسئله رواج دادن توریسم را در ناحیه به محاکمه پرداختند و حاکم گفت که این مسئله را شب و روز محاکمه می کنیم و برای رواج دادن ناحیه سوخ آباد و زیبا گردانیدن قرار حاکم ولایت قبول کرده می شود و برای سوخ 3 میلیارد سوم مبلغ جدا می کنیم. با قبول سیار رهبران و متصدیان کارخانه و تشکیلات های ولایت جلب کرده شده، آنها از روی ساحه خود اهالی را قبول کرده و مراجعت آنها را آموخته بهره حل مشکلی هایشان مشغول شدند. می توان گفت که قبول سیار حاکم ولایت در ناحیه بار اول شده گذشت و در حل قسم زیادی معماهای مردم محلی عامل مهم گردید. میگویند که سخاوت بهترین فضیلت است و شخصی که سخاوتمند است سعادتمند خواهد گشت. خصوصا تشنمانده را آب دادن، برای مردم کپریک ساختن، راه بنیاد کردن یکی از عملهای ثوابترین و بهترین به شمار می رود. یکی از کوچه های شرق‌آباد را شخصی سخاوتمند اسفل پوش کرده ایستاده است. اگر به تاریخ نظر اندازیم، چندین فرعون و پادشاهان و شخصان ثروتمند گذشتند. نام یگان ثروتمند در صحیفه های تاریخ ثبت نشده است جز نام حاتم تای. نام این شخصیت افسانوی به خاطر آن در صحیفه های تاریخ با حرف های زرحل ثبت شده که سخاوتش را انتها نبود. در زمان امروز نیز شخصان سخاوتمند بین ما و شما زندگی دارند که از حساب سخاوتشان ثروتشان طرف زیاد می گردد. یکی از چنین شخصان سخاوت پیشه ساکن محله شرق‌آباد خالدارعلی عالیموف بوده که او امروز کوچه به نام مهنت محله شرق‌آباد را که زیاده از 100 خاندان جایگیر شده است اسفل پوش کرده ایستاده است و از این اقدام نیک مرد سخاوت پیشه اهل ده خیلی خرسند می باشند. کوچه مذکور 200 متر بوده پر را اسفل پوش کرده می شود، گفتند به ما ضمن صحبت اهل محل.
اقرار باید شد که سالهای آخر در راه آبادی دیار و منفعت مردم کارهای نظررس به سامان رسانیده شدند. در دایره دستور دهات آباد به نوبت کوچه های در تابستان چنگالود و در زمستان لای آلودمان اسفالت پوش شده استاده است. سیمچوب های کهنه به پایه های بتونی الکتر ایواز کرده شدند و خلاصه طرف منزل زیستمان آباد و با برابری آن روزگارمان از آن هم آبادتر می گردد. مردم سوخ از ازل مهنت دوست و وطن پرور بوده، در هر دور و زمان برای آبادی دهه‌شان کوشش کرده و می کنند. اصلاحات رهبری دولت را دستگیری نموده به اشتراکچی بیواسطه آن تبدیل می یابند. مردم محله شرق آباد نیز این کار نیکی خالدارعلی عالمف را دستگیری نموده برای اصل پوش کردن کوچه مهنت به حشر برآمدند. همه پیر و جوان برای آبادی کوچه‌شان مهنت کرده ایستادند و گشته و برگشته شکر زمان امروزه می کنند که برای تدبیرکاران راه وسیع بکشاد و صاحبکاران ثروتمند گردیده برای محله و مردم دست سخاوت باز می کنند. باور داریم که کار خیر و ثواب این شخص سخاوتمند دیگران را نیز نمونه عبرت می شود و آنها نیز برای آبادی محلشان تلاش خواهند کرد. طوری که خبر داره، در یکی از مکتب های ناحیه چست آموزگاران به مهنت جلب کرده شدند و در این باره البته یک چند مقاله ها توسط وسایط اخبار عموم، توسط شبکه های اینترنتی پهن گردید و با آنهایی که آموزگاران را به مهنت مجبوری جلب کردند در دایره قانون جزا داده شد، دایرکتور مکتب از وظیفه‌اش آزاد کرده شد. البته در ازبکستان قانون استوار است و هر کسی را که خلاف آن کار برد قطع نظر از منصب و موقعش جزا مقرر است. در ناحیه ما نیز به مکتب رقم 26 اهالی جلب کرده شدند، اما به مهنت مجبوری نه، به قبول سیار حاکم ناحیه و این البته به منفعت مردم بود. قبول سیار در صحن دبستان رقم 26 شده گذشت و در آن رهبر ناحیه، سکتور دوم و قبولخانه خلقی اشتراک کردند. اینچنین رهبران کارخانه و تشکیلات های دخلدار نیز حضور داشتند. در قبول اهالی این حدود اساسا با معمای آب نوشاکی، قوه برق، گاز طبیعی و تعمیر کوچه های داخلی مراجعت کردند. در اکثریت قبول های سیار اهالی اساسا با معماهای بالایی مراجعت کرده ایستادند، زیرا تنقیسی آب نوشاکی و پالیزی کوچه های تعمیر طلب، پس بودن یا نبودن گاز طبیعی قریب که در اکثریت محله های ناحیه وا میخورند. به زبان خلق گویم، حاکم درد مردم را شنید، برخی از معماها را در جایش برطرف ساخت، خادمان قوه برق را جلب نموده معماهای به الکتر وابسته بوده را برطرف کردند. معمای آب نوشاکی باشد کمتر فرصت میخواهد و برای در فرصت معین حل نمودن آن متصدیان وظیفه دار کرده شدند. چون میگویند وقت حکم عالی است و حل این معما را وقت نشان میدهد، ما باشیم به این موضوع البته برمیگردیم. معمای آب یکی از مساله های حل طلب به شمار میرود. در ناحیه سوخ و به کدام محله نروید، پیش از همه از تنقیسی آب شکایت میکنند، خصوصا در محله های قزلقیا، قسمی از محله هوشیار، دمیرصد، ملبود و باز یک چند محله ها تنقیسی آب نوشاکی و پالیزی به نظر می رسند. خلاصه گذرانیدن چنین قبول های سیار قسمان باشد هم در حل نمودن مشکلی های مردم اهمیت مهم کسب می کند. قبول های سیار از روی نقشه قبولخانه خلقی پرزیدنت رسولیک ازبکستان سحری هر روز بنوبت در هر محله ناحیه شده می گذرد. قبول سیار و صحبت کردن با مردم و شنیدن درد و مشکلات و معماهای خلق امروز وظیفه اساسی و اولین درجه هر یک رهبر می باشد. همین باعث امروزها در حدود ناحیه با اشتراک به واسطه حاکم و رهبران سکترها قبول های سیار برگزار می گردند. مقصد اساسی از تشکیل کردن این قبیل قبول های سیار و واخوری ها با خلق این از نزدیک آشنا شدن به درد و معماها، مشکلات اهالی و حساب می رود و باید مردانه اقرار شویم که این قبیل قبول های سیار در حدودها با نام شده می گذرند. بعضی از مردم برانند که بعضی معماها چه خیلی بود همان گونه می ماند، چون که آید این معماها در واخوری های پیشینه نیز گشوده شده و در این باره متصدان وظیفه دار شده بودند. آخر معما و مشکلات خود از خود پیدا نمی شود و اجرای آن باشد حتمی به حساب می رود، زیرا لایق رضایت مردم گشتن برای رهبر از همه چیز مهم است. اگر مردم نباشند و معما هم، رهبر هم لازم نیست و رهبری هم.
قبول‌های سیاره که امروزها به واسطه با تشبث قبولخانه خلقی پرزیدنت رسول ازبکستان در ناحیه سوخ در حدها شده می‌گذرند، باعث پیدا شدن معماهای نو و مشکلات نو اهالی می‌گردد. باید اقرار شویم که بعضی از معماها و مشکلات در جایش حل می‌گردد، ولی بعضی دیگر از این معماها و مشکلات ها حل نشده در نیمه راه می‌مانند. بعد جمع شهروندان محله نوآباد، قبول سیار در جمع شهروندان محله قزلقیاق شده گذشت و در این قبول نیز اهل این حدود با معماها و مشکلات خود نزد حاکم و رهبران سکتر ها آمده بودند. باید گفت که معمای اساسی و ازلی اهل این محله نبودن و تنقیص بودن آب نوشاکی و آبیاری، معمای گاز طبیعی، تامینات بی‌امانت قوه برقی، احوال ناگوار راه‌های محله، حالت امروزی سیستم گرمی‌دهنده مکتب حدود و کودکستان محل به حساب رفته، اعتبار به اهل ده‌ها در حل معماهای آنها امروز در درجه باشد هم به درد اهل این حدود مرهم می‌گردد. اگر خبر داشته باشد چند سال از این قبل به این محله تحت کمک تشکیلات غیردولتی آب نوشاکی آورده شده بود و این خطی آب امروز تعمیر حتمی را میخواهد. مردم تیارند طریق حشر باشد هم در حل این مشکلات حرکت کنند و با آنها برای این نظر و یا اعتبار از جانب حاکمیت، یعنی رهبلدی حاکمیت لازم است. مردم این حدود اساساً باغبان و دهقانانند و تنقیسی آب اکثریت این آدمان را به کوچه سربست در آورده مانده است. همچنین اهل محله به حاکم آید حالت امروزی راه های محله را نیز گوشرست کردند. باید قید نمود که امروز در حدودها معما و مشکلات کم نیستند و آنها حل حتمی خود را میخواهند. البته جای داشتن موفقیت ها باشد در این گونه حدودها کس را بسیار خرسند میکند. در محله بهر اجرای 5 تشبث پرزیدنت مملکت امروزها کارهای نظر است کرده میشود. در قزلقیاق برای ثمرناک گذراندن وقت خالگی خوانندگان و جوانان و نورسان کتابخانه گشوده شده امروز مورد اعتبار اهل محله قرار دارد. حالت تالار ورشی مکتب نیز بسیار تباه بود و این تالار به حیات ضروری امروز پر را تعمیر شده برای آغاز سال نو تحصیل آماده کرده شده است. اکنون فرزندان اهل محله مسکون نیز در این تالار زمانوی مشغول ساحه دوست داشته خود میگردند. از این چند پیش قبرستان محله از جانب اهل این حدود طریق حشر آباد کرده شده بود. اکنون نوبت احاطه کردن اطراف این مکان مقدس با دیوار میباشد. البته آباد کردن این گونه مقدسات وظیفه هر کی ما به حساب می رود، زیرا که این گونه مکان ها مکان های مقدس به حساب می روند. بعد انجام قبول سیار، مهمانان تحت سروری حاکم از این جای ها دیدن کردند. برای تزانیدن و بلند براشن صورت کارها کمک رسانیدن اجل مصدیان قید کرده شد. گفتن ممکن است این کارهای خیر و نیک و منفعت مردمی ما نگراینده شدند امروز امکانیت می دهند که ما به ملال درد خود را به رهبران گوییم و آنها درد ما را گوش اندازند و برای حل آنها راه و روش جویند. این گونه قبول های سیار هر روز دایر می گردند در حوزه ها و ما شما را به نتیجه های آن طریق برنامه های ما شناس کرده می استیم. سه نفر زوراوران که یک نفر آنها دختر بچه می باشد دستگیر کرده شدند. آنها به شفاکاری که در یکی از تولدخانه های شهر فرغانه کار می کند تهدید کردند. فرغانه شهرده جایلشکن تورخانه لردن برده اکشیر گینیکولیگ لوازمده اشلب گلوچه شفاکار فرغانه شهر اچکشل ارگل فعالیت موافقشتش باشقانه مسیگری زبلا مراجعت قلب اوچ نفر اسمر یاشتگی فقارالر گویا که اونو اش فعالیت ده یول قویگن کمچیگلن اممگه خبر قلمسلگی اوچون اونن کم مختار ده پولر طلب قلیتگن لگنه سوراب اولرگن سپتن قانی چاره کرشن سوراب عری زبلا مراجعت قلگن. از یک نفر دختر و دو نفر مرد عبارت فریبگران شفاکار را در یکی از موضع های دردست ناحیه رشتان تا دیر نگاه داشته از او مبلغ طلب میکنند. اگر مبلغ لازمی را ندهی عیبت را توسط اینترنت پهن کرده شرمنده میکنیم و تو را به قتل میرسانیم گفته تهدید میکنند. آب کنید شو ارقدان چی را میکنید ارترگزد بوزی اکل پرد شد چازگین qo'rqitib boshqaga telefon qilgan bo'lib turib bo'ldi joy tayyormi deb qo'rqitib qaytarib mashinaga solib shu ko'zini berib qaytarib جبردیده را لگتکوب کرده برای مگستریل آلتیاریق پرتافته می روند. شفاکار به خود آمده به شعبه کارهای داخلی توسط عریضه مراجعه می کند و نهایت فریبگران نیز دستگیر کرده می شود. جنایت صادر اتکن فقارالا قرگه آنب اوزبیستان رسپولیکس جنایت کدکسنی 165 ماده است ایکینچ قسمه و بنده بلند جنایش قوز اتلب شو فقارالر گه نسبتا قمه قالش ترز دیگه اختیار چاره است قولنلگم حاضر کنده دستلکتیگه حرکتلار آلوب بارون مخته.
بارها گفتیم و باز میگوییم که بعد به سر قدرت آمدن پرزیدنت شوکت میرزایف در مملکت ما در راه منفعت مردم و در راه آبادی دیار کارهای بسیار بزرگ به عمل تطبیق گردیدن، خصوصا در ناحیه دوردست ما نیز و در محله حضرت علی امروز کارهای آبادسازی در اوج است. گزارش مخبر منور جانجوریف در همین خصوص. منزل آدمان سربلند و با آرا سوخ عزیز و ناتکرار و همین مردم مهنت قرین امروز از پای آبادی کشور هستند و در هر حدود امروز شما از بالای کارهای یک جهود از جمعان یعنی حشرهای بخاطر آبادی سوخ مرز ترکیل کرشدوی استاده می براید. در آستانه اید 28 سالگی استقلالیت این کارها با حساب عرض گرفته و با سرعت بلند امروز ادامه دارد. جماعه شهروندان محله حضرت علی که به آن جوان سردکاپوش و پانجان نشول رهبری میکند امروز به مرز کار و مهنت و حدود آباد شده ساده تبدیل یافته است. توسط اعتبار و کمک حکومت امروز راه های محله اسفالت پوش میگردند. در زیارتگاه حضرت علی همگان در راه آباد کردن این مکان مقدس کار و مهنت یک جایه میکنند. جمعه شهروندان محله حضرت علی از آن حدودهایی است که در اینجا کارهای آبادی و آبادانی دائما در اوج هستند و البته در این همه کارها اهل محله از گریبان سر برآورده کار و مهنت میکنند و البته ما نام آن صحابه پیشگان را نیز میدونیم که برای آبادی حدود خود کمر همت را محکم بستند و دائما از پی همین کارهای نیک و خیر و ثواب باشند و امروز محله باز هم آبادتر میگردد، محله باز هم زیباتر میگردد و در این همه کار ما اشتراک به واسطه اهل این حدود را میبینیم و چون میبینید امروز خود زیارتگاه حضرت علی موردی آبادی و آزادگی قرار گرفته است و همگان در اینجا آمده کار و مهنت میکنند و به طریق حشر این موضع زیبا را باز هم آباد و زیبا کرده استادند و البته ما باور داریم که این حدود باز هم زیباتر میگردد و توسط کاربری و کارکنی رئیس محله سبحان الله نشانف محله را اهل این حدود به یک موضع بسیار زیبا و ناتکرار تبدیل میدهند. آبادی محله آبادی وطن به حساب میرود. ذاتن محله تحکرسی اساسی وطن بزرگ به حساب میرود. اما که تاشکند و یک چند سال این جانب پا وابسته و پیوسته زیارتگاه حضرت علی می باشند و در تمام دوره ها برای آبادی این مکان مقدس کوشش و حرکت کردند. حشر یک جای را در سمت آباد کردن قدم جا دیده خورسندی خود را پنهان کردن نمی توانند. بعد اون است من همین وطن آباد شود، همه ما اوتگری تینجی حیات برا با می شد گفته که امید امی همین برای همین همین جا اوتگریش یعنی همه ها تون با اوتگری میفهمم. انا همین جا اوت کرده همه قدنده که گوام هزار رحمت پرزیدنت ما هم لاین تنکوی جون ساخت یاد و امرکوی درست یاد. بنا به گفته های جانشین حاکم ناحیه رئیس کمیته زنان و دختران آچخان تختبای و امروز در اینجا اکثریت کارگران جماعتی از محله ها آمده مهنت میکنند. تشبوس های نیک را خلق ما با آن همین گونه کارهای خیر و ثواب دستگیری میکنند. سه روز ما بینشنده تمام محله ها با یاری هم جماعتچیلی کارگران آمده همین زیارتگاه آباد و زیبا کردند. این همین خیلی تازه آزاده باشد، اگر این خلق همین خیلی بسیارتر جلب میشد، همین خیلی مبلغ گذاری میشد، خلق هم کیفیتش نغز میشد. همینجا نکن کار کرسودگی هر یک منفعت دار بدگی و ها دائمی همون سر سالنده همین تعمیر کرده شروع کرده مونن همین خیلی آدم ها بسیارتر جلب میشن. کیفیت آدم های هم نقص، آدم ها جد و نقص قبول کرسودین، همه حصه گذاری کرسود برای آباد کردن، ریموند کردن هر یک همین شیپانو. در این محله شخصان سخاوت پیشه از حساب جوانان و حتی زنان خیلی زیادند. ولی جان تویچی و یولز خانشان و از جمله این قبیل شخصانی آبادگرند. ولی جان با گذری محله آب آورده باشد یولز خانشان و با فرزندان خود راهی گذری محله خود را منفرش نمود. کارهای آبادکنی در محله امروز به اوج اعلای خود رسیدند. چون میبینید امروز راه های محله پر اسفالت پوش شده، در این کار براه سازان خودی اهل محله کمک میرسانند. این قبیل کارها در اساس اعتباری حکومت کرده می شود. اهل محله میادارند که ایدی 28 سالگی استقلالیت را با همین گونه آبادگری ها پیشواز گیرند. ها اگر محله آباد باشد مکان و مسکنهای ما تازه و آزاده باشد، وطن آباد خواهد شد و ما را روزگاری فراوان نصیب خواهد گشت. باید گفت که در آستانه ایدی 28 سالگی توی وطن خلق ما در سمتی که آبادسازی کمر همت را محکم بستند.
خلقی ما امروز با غایه های بنیادکاران تکیه نموده وطن آباد می سازند. زیرا که بنیادکاری رمزی آبادی، فراوانی، خوشبختی و خرسندی توی تنتنه و البته نیکی و نیکخواهی می باشد. و بگذار همه همین گونه نیکخواه باشند در راه آبادی وطن. این همه محنت دو کار باشد به همین گونه مقصدهای نیک و نجیب روانه می گردد. واقعا در همه محله های ناحیه کارهای آبادسازی امروز اوج گرفتند و می توان گفت که در آینده خیلی نزدیک سوخ به یکی از شهرچه های زیبای تبدیل می یابد و همین را نیز گفتن لازم است که در آبادسازی ناحیه سهم مخلصان دائمی تلویزیون سوخ نیز برجسته است. یکی از مخلصان دائمی ما از خرجان انبرجانوف یک چند مکتوب های تنقیدی با عنوان تلویزیون سوخ ارسال کرده بود و مکتوب های او اساسا در موضوع موجود نبودن ایستگاه اساسی در مرکز ناحیه به طلب زمان جوابگو نبودن بازار مرکزی تنقیسی آب نوشاکی و پالیزی در برخی از محله های ناحیه راه های تعمیر طلب بود و خوشبختانه امروز آن فکر و درخواست های مردمی که در مکتوب اسقر انبرزاد ذکر شده بود به عمل تطبیق گردیده به انابت گرفته شده. امروز کارهای آبادسازی در مرکز اوج گرفته است، یعنی ایستگاه مرکزی بنیاد شده استاده است، بازار مرکزی را نیز از نو بنیاد میکنند، کوچه ها تا رفت به نوبت اسفل پوش کرده میشوند، آب های نوشاکی نیز آهسته آهسته حل خود را مییابند، معمای آب نوشاکی و البته کسی که به اصلاحات ها بفرق نیست، به پیشرفت جامعه بفرق نیست، برای آبادی دیار سهمی ارزنده میگذارد، منفیت خلق را از منفیت خود بالا میگذارد، قدر کرده می شود. و از این چند پیش در مکتب ورزشی ناحیه تدبیر دایر گردید و در آن مخلص دائمی تلویزیون سوخ اسقر جان انبرجانوف از جانب ماموریت مکتب ورزشی قدر کرده شد. و اگر هر یک شخص برای آبادی ناحیه بفرق نباشد، برای آبادی کشور، پیشرفت جامعه، فراوانی حیات مردم به اعتبار نباشد، در آینده خیلی نزدیک ازبکستان باز هم ترقی می‌یابد و به یک سخن گفته می‌توانیم که آینده کشورمان در این مورد خیلی بزرگ است. و در همین جا به بخش خبری و تحلیلی هفته حسنی انجام می‌بخشیم. خیر سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی سخ بمانید.